کشته و زخمی شدن نزدیک به 20 تن در نتیجه حمله انتحاری در ولایت ننگرهار. تأکید رئیس جمهور غنی و گفتگوهای سال با طالبان و برگزاری انتخابات پارلمانی. و رئیس استخبارات ملی امریکا میگوید که روسیه تلاش میکند که در انتخابات آینده کنگرس مداخله کند. برام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. حمله انتحاری در ولایت ننگرهار جان 3 تن به شمول رئیس حج و اوقاف این ولایت را گرفت و 15 تن دیگر را زخمی کرد. این رویداد پس از چاشت امروز در ناحیه اول جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار زمانی رخ داد که یک مهاجم انتحاری پیاده موتر رئیس حج و اوقاف را هدف قرار داد. عبدالظاهر حقانی از جمله عالمانی بود که از نظام و نیروهای امنیتی کشور دفاع می‌کرد و بر جنگ گروه‌های جنگجو و مداخله‌های پاکستان در افغانستان انتقادهای تند می‌نمود. روز چهارشنبه شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار شاهد یک حمله انتحاری بود که در نتیجه آن نزدیک به 20 تن کشته و زخمی شدند. مهاجم پیاده پس از چاست روز چهارشنبه در ناحیه اول شهر جلال‌آباد موتر نو کورولای عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف این ولایت را هدف قرار داد. مسئولان محلی میگویند که در این رویداد 3 تن به شمول حقانی و راننده اش کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. حمله انتحاری بالای رئیس حج و اوقاف صورت گرفته که در نتیجه خود رئیس حج و اوقاف و همراه یک محافظش به شهادت رسیده. تا فعلا تعداد 9 نفر از مردم حالی و غیر نظامی زخمی های شفاخانه ساعت آمه انتقال یافته. شاهدان عینی میگویند که این انفجار بسیار نیرومند بود و در محل رویداد علاوه بر تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز و مردم عام وارد گردیده است. دغل تناسو مشتاب میکنم از سورنی بریش آقا یو دا بزغرا شخرا سرم از اونه نیدر نوشی شما حتا شد بچو که یو غرم ناری شو بم وادته بم وانی تو سره چی من کده ششی بو دکان تو نیماته وی بان رو تنگی تو دخمین دی کومک شو راو تو سره سپین موچر که مولانا سه بو دوان تره و اغم رنجر که واچو آقا تدامی تو دیگو. عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ننگرهار از حامیان نظام و نیروهای امنیتی و عالم دین در شرق کشور بود که بر جنگ جاری در افغانستان و مداخلات پاکستان انتقادهای تند میکرد. این حمله بر وی با واکنش‌های گسترده مواجه شده است و به شمول مقام‌های افغان باشندگان ولایت شرقی نیز این حمله را به شدت محکوم کردند. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته است، اما مسئولان محلی میگویند که در مورد این حمله بررسی میکنند. رئیس جمهور میگوید که پیشنهاد طرح سال به طالبان موقف مشترک حکومت و مردم است و طالبان اختلافاتشان را از طریق گفتگوها حل کنند. محمد اشرف غنی هنگام سخنرانی در مراسم افتتاح سال سوم امتیازی دوره 16 شورای ملی گفت که حکومت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در وقت معین آن متعهد است و به مداخلت در نهادهای انتخاباتی اجازه نخواهد داد. اما رئیس ولوسیرگا وضعیت بحرانی جاری در کشور را نتیجه حکومتداری ضعیف حکومت وحدت ملی می‌خواند و می‌گوید که جنگ افغانستان به عوض این که مهار شود پیچیده تر شده است. سال سوم امتیازی دوره 16 شورای ملی از سوی اشرف غنی رسما افتتاح شد. السلام علیکم. ستری ماشی. رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانی در مراسم افتتاح شورای ملی بار دیگر طالبان مسلح را به صلح دعوت کرد و گفت که طرح پیشنهاد شده صلح در کنفرانس پروسه کابل موقف مشترک حکومت و مردم است و طالبان نیز باید اختلافات و مشکلاتشان را به عوض جنگ از طریق گفتگوها حل کنند. رئیس جمهور میگوید که صلح اولویت حکومت است و آنانی که مخالف این طرح هستند هنوز هم منافعشان را در جنگ جستجو میکنند. چه ده سولی پا مقصد لانتخاب کری لاره نه نگرزو او پا طالبان بانده غک کهو چه ده اسلام او افغانستان خیر پا ده کده چه خبرو تسرکینو چو پا ده دول مشکلات او اختلافات بی تباهی
او بیدی وینید تویولو آوارشی. برای دست یافتن به صلح با مخالفین دولت روی مذاکره و تفاهم تاکید شد که از نظر ما بهترین گزینه مراجعه به عقل سلیم و رجحان به نشست ها و مذاکرات بین الافغانی می باشد. امیدوارم راهی که برگزیده شده بیدرنگ تعقیب گردد. رئیس جمهور میگوید که حکومت به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در وقت معین آن متحد است و علاوه بر حکومت به هیچ کس اجازه دادن نمی شود تا در نهادهای انتخاباتی مداخله کند. برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن امر عدمی و اجتناب ناپذیر است. حکومت وحدت ملی خود را مکلف می داند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم نماید، امنیت آن را تضمین کند و از هر گونه دخالت در آن از هر طرف به ویژه از طرف نیروهای امنیتی و ادارات ملکی و حلقات سیاسی جلوگیری به عمل آورد. زمان کار نمایندگان مردم در شورای ملی بیشتر از وقت معینه اش به طول انجامیده است، در حالی که اقشار مختلف مردم خواهان برگزاری عاجل انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها می باشند. امیدواریم با توجه و همکاری جلالت مآب شما این انتخابات در زمان پیشبینی شده تدبیر یابد. اشرف غنی میگوید که برای ایجاد یک نظام ثبات بر تقویت نیروهای امنیتی کار میکند و تلاش میشود که این نیروها از مسائل سیاسی به دور نگه داشته شوند. رئیس جمهور میگوید که پلان 4 ساله امنیتی افغانستان در حال تطبیق شدن است و انتظار میرود که در سال آینده وضعیت جنگ تغییر کند. برای رسیدن به امنیت سرتاسری و پایدار هیچ انتخاب جز تقویت همه جانبه نهادهای دفاعی و امنیتی کشور وجود ندارد. برای آن که بحران 40 ساله را پشت سر بگذاریم، باید نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را آموزش یافته، مجهز، مسلکی و غیر سیاسی بگردد. هم‌اکنون پلان امنیتی 4 ساله در حال تطبیق است که نتایج واقعی آن را در سال 1397 مشاهده خواهد کردیم و در سال 1398 ما در نیروهای دفاعی و امنیتی خیش انشالله و تعالی شاهد یک قوت بزرگ و بی سابقه خواهیم. اما رئیس ولسی جرگه وضعیت بحرانی جاری در کشور را نتیجه حکومتداری ضعیف حکومت وحدت ملی میخواند و میگوید که جنگ در افغانستان به عوض این که مهار شود با گذشت هر روز پیچیده تر و جنبه های تازه پیدا میکند. مردم ما علاوه بر گسترش حضور مخالفین دولت و گروه های مختلف تروریستی با ترکیب ملیت های گوناگون بیرونی، نگرانی وضعیت سیاسی و اداری متشنج که ناشی از عدم حکومتداری خوب است می باشند. ادامه جنگ و ناامنی که یکی از چالش های بزرگ فرارای زندگی مردم و انکشاف بنیادی کشور ما می باشد. متاسفانه از سال به سال دیگر بزرگتر و پیچیده‌تر می گردد. رئیس جمهور میگوید که برای مهار و مدیریت آبهای جاری افغانستان طرحهای خاصی را روی دست دارد و میگوید که سال آینده در نهادهای تعلیمی و تحصیلی نیز تغییرات اساسی ایجاد خواهد شد. ادامه کار ولسی جرگه مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد. برخی از اعضای شورای ملی میگویند که دوره 16 تقنینی ولسی جرگه با تکمیل سال 5 به پایان رسیده است و ادامه این دوره در تصادم با قانون است که مشروعیت حقوقی نیز ندارد. اما برخی از اعضای دیگر شورای ملی حکومت را متهم می کنند که انتخابات را در وقت معین آن برگزار نکرده است و آنان را مجبور کرده تا اعلان نتایج انتخابات آینده ولسی جرگه به کارشان ادامه بدهند. در حالی که رئیس جمهور غنی روز چهارشنبه سال 3 امتیازی دوره 16 تقنینی شورای ملی را افتتاح کرد، اما ادامه کار ولسی جرگه با مشکل بحران مشروعیت مواجه خوانده می شود. بر اساس ماده 82 قانون اساسی دوره کاری ولسی جرگه برای 5 سال است و پس از اعلام نتایج انتخابات تکمیل می شود. اما برخی اعضای شورای ملی می پذیرند که بر اساس قانون دوره 16 تقنینی ولسی جرگه در ماه سرطان سال 1394 به پایان رسیده است و در حال حاضر ادامه کار ولسی
جرگه مشروعیت حقوقی ندارد. انتخابات پارلمانی انجام نشده، اما ادامه کار ما با مشکلات حقوقی روبرو است. همه این را ما قبول داریم، اما همه از اون یک طرف بگذاریم، انتخابات ما خانه ملت را خالی بگذاریم به خاطر اینکه انتخابات را حکومت برگزار نتونسته. در قانون هم صراحت داره که یعنی آخر یا پایان کار ولسی جرگه تا پیش از اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه می باشه. به او اساس روی مجبوریت ها و ناگذاری ها بوده که ولسی جرگه کار خود دوام داده. همزمان با این حقوقدانان نیز بر این باورند که دوره کاری ولسی جرگه 5 سال است و ادامه آن مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد. اما برخی از اعضای دیگر ولسی جرگه انتقاد میکنند که حکومت نتوانسته است انتخابات پارلمانی را در وقت معین آن برگزار کند. بنابراین آنان مجبور شدند تا آمدن دوره جدید با کارشان ادامه بدهند. من غوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون مستقل ده، باید استقلالیت ولري. من په هغې کې مداخله ونه کړو. خدای دې وکړي دوی ته د توفیق ورکړي چې په یو میاشت کې انتخابات برگزار کړي. موږ ولسي جرګه حاضر یو چې مخ په انتخابات ولاړ سو. مشروعیت ادامه کار ولسی جرگه در حال با بحران مواجه می شود که با گفته آگاهان حقوقی ولسی جرگه در سال امتیازی صلاحیت و حق مداخله در بیشتر قوانین مهم به شمول انتخابات را ندارد. همچنان در این راستا هر روز پاکستان می گوید که از همکاری با امریکا پشیمان است و پس از این نمی تواند که با چشمان بسته بر این کشور اعتماد کند. وزیر خارجه پاکستان می گوید که در مبارزه بر ضد تروریسم بیشتر از همه با امریکا همکاری کرده است، اما پس از این بر واشنگتن اعتماد کردن نمی تواند و اسلام آباد تلاش می کند تا دروازه روابط جدید با کشورهای دیگر منطقه را باز کند. خواجه آصف می گوید که پاکستان دشمن امریکا را دشمن خود شمرد، زندان گوانتانامو را برایش از زندانیان پر کرد و بعد جنگجویان بلک واتر هزاران ویزه صادر کرد و همچنان اجازه داد که امریکا از خاک پاکستان 57800 حمله را بر افغانستان انجام بدهد. با وجود این که امریکا تلاش‌هایش را برای بهبود روابط پاکستان جاری نگه داشته است و سفر مقام‌های این کشور به اسلام آباد جریان دارد، اما پاکستان می‌گوید که دیگر بر امریکا اعتماد کرده نمی‌تواند. وزیر خارجه پاکستان در صفحه توییترش از روابط میان امریکا و پاکستان از همکاری‌های قبلی با امریکا ابراز ندامت کرده است و گفته است که از تاریخ آزموده است که دیگر با چشمان بسته بر امریکا باور نکند. وی در خطاب به ترامپ گفته است که پیش از این یک دیکتاتور پاکستان که هدفش پرویز مشرف است با یک تماس تلفنی با امریکا تسلیم شد و به هر گونه قربانی برای ایالات متحده حاضر گردید. شما پرسیدید که ما چه کرده ایم؟ یک دیکتاتور با یک تماس تلفنی به شما تسلیم شد. کشور ما روزهای خونین را شاهد بود. شما از مراکز ما 57800 حمله را بر افغانستان انجام دادید. نیروها، تجهیزات و اسلحه شما از خاک ما عبور می‌کرد و هزاران پاکستانی ملکی و نظامی قربانی جنگ شما شدند. وای میگوید که اگر پاکستان نمی بود شکست امریکا در افغانستان حتمی بود، اما امریکا تنها از موقعیت استراتژیک پاکستان استفاده کرد. خواجه آصف همچنان میگوید که پاکستان راه پیشرفت و آیندهش را رها کرد و دشمن امریکا را دشمن خود شمرد و تمام امکاناتش را در اختیار امریکا گذاشت، اما موقف گیری امریکا پاکستان را واداشت تا برای محافظت از حیثیتش راه دیگری را انتخاب کند. ما دشمنان شما را دشمن خود شمردیم، زندان گوانتانامو را برایتان از زندانیان مملو کردیم و هرچه که داشتیم را در اختیار شما گذاشتیم و راه پیشرفت خود را رها کردیم، در حالی که ما با کمبود گاز و برق مواجه هستیم. ما با قیمت اقتصاد خود تلاش کردیم تا شما خرسند باشید. هزاران ویزه را صادر کردیم تا جنگجویان بلک واتر در سر تا سر کشور پراکنده شوند، اما دیگر این کار نخواهد شد و پاکستان با حفظ حیثیتش به پیش خواهد رفت. خواجه آصف میگوید که خواهان روابط استوار بر احترام متقابل با آمریکا است، اما با تلاش‌هایش برای بهبود روابط با افغانستان ادامه می‌دهد. این اظهارات تازه وزیر خارجه پاکستان در حالی است که پاکستان در این اواخر تلاش‌هایش را برای گسترش روابطش با روسیه افزایش داده است و اخیراً وزیر خارجه این کشور نیز به روسیه سفر داشته است و بر تقویت روابط میان دو کشور در بخش‌های مختلف با جانب روسیه توافق کرده است. وزارت داخله در نظر دارد تا شمار پلیس زن در چوکات این وزارت را به 10,000 تن افزایش بدهد. در حال حاضر حدود 3,000 زن پلیس در چوکات وزارت داخله ایفای وظیفه می کنند، اما ویس احمد برمک در نشست به مناسبت 8 مارچ تاکید می ورزد که شمار پلیس زن را به اساس استراتژی جدید به 10,000 تن می رساند.
برمک میگوید هنوز هم ذهنیت مردم سالاری در وزارت داخله حاکم است که زنان در سطح پایین کار میکنند، اما تعهد میسپارد که تغییرات بنیادی را در جهت عملی کردن حقوق پلیس به میان میآورد. در کنار این وزیر داخله به مخالفین مصالح هشدار میدهد که نیروهای امنیتی افغان در موقف شرعی به دفاع از مردم و کشور برنده جنگ خواهند بود. نشست یادآوری از 8 مارچ در وزارت داخله. پلیس زن را زیر یک سقف گرد آورده است. وزیر داخله در این نشست از کارکرد و دلیری پلیس زن ستایش می کند. اما ویس احمد برمک می گوید هنوز هم ذهنیت در برابر پلیس زن تغییر نکرده است و مرد سالاری در این وزارت حاکم است که پلیس زن در رده های پایین کار می کنند. برمک تعهد می سپارد که چند زن را به حیث رئیس در چوکات وزارت داخله با آوردن تغییرات بنیادی جایگزین می کند و در ضمن شمار پلیس زنان را به اساس استراتژی جدید به 10,000 تن افزایش خواهند داد. سر از این فکر داریم که خانما را چطور می تونیم دوزای امنیتی در پستای یکی دو تا پستای رهبری جابجا کنیم. وظیفه اصلی پلیس تنفیذ قانون است نه جنگ، اما نیروهای پلیس در جنگ با مخالفین نیز مصروف جنگند و وزیر داخله نیز جنگ نیروهای افغان را شرعی میداند و به مخالفین مسلح هشدار میدهد که در برابر نیروهای امنیتی افغان با شکست مواجه خواهند شد. با همی اهداف خود، با همی موقف شرعی خود انشاءالله برنده جنگ خود بودیم و اونایی که به دستای تباهی از یک کشور هستن، دستای نابودی از یک کشور هستن، دستای کشتار هستن، ما مطمئن هستیم خدا نوران را کمک نمیکنه و پیروزی از آن ماست. در اینجا برخی پلیس زن از سوی رهبری وزارت داخله مورد تقدیر قرار گرفتن، اما کمیسیون حقوق بشر بر توانمندسازی پلیس زن و افزایش نقش آنان در سطح رهبری پلیس تاکید میکند. توانمندسازی زنا به نقص شما نیست، مسئولیت زنا به نقص شما نیست، توانمندسازی زنا توانمندسازی شما هست. به این خاطر یعنی ما تلاش نمیکنیم که حقوق زنا خوبتر شود از مردا پایمال شود. ما تلاش میکنیم که حقوق تمام انسان ها به صورت مساوی تامین شود. وزارت داخله در حال از افزایش پلیس زن در چوکات این وزارت تا حد 10,000 تن خبر می‌دهد که هم اکنون حدود 3,000 تن پلیس زن در بخش‌های این وزارت مصروف ایفای وظیفه اند که این رقم در مقایسه با نیازمندی‌های موجود جامعه رقم ناکافی گفته می‌شود. همزمان با آغاز کار شورای ملی مشتران جرگه هیئت دوره‌اش را تعیین کرد. با کرسی معاون اول مشتران جرگه محمد علم ازدیار، معاونیت دوم آصف صدیقی و لطیف جووندی برای کرسی منشی عبدالله قرلاق و طیب عطا و برای کرسی نایب منشی فیصل سمی و گلالای اکبری خود را نامزد کرده بودند. اینکه برای کرسی معاونیت اول تنها ازدیار نامزد بود و در کرسیش باقی ماند و برای کرسی معاونیت دوم مشتران جرگه میان آصف صدیقی و لطیف جووندی انتخابات صورت گرفت که در نتیجه آصف صدیقی برنده شد. از سوی دیگر برای کرسی های منشی و نایب منشی بدون برگزاری انتخابات عبدالله قرلاق و گلالای اکبری از نامزدیشان منصرف شدند و در نتیجه طیب عطا به حیث منشی و فیصل سمینیز به حیث نایب منشی تعیین شدند. قرار است که ولس جرگنیز برای تعیین هیئت دوره‌اش روز شنبه انتخابات برگزار کند. فعالان مدنی ولایت غزنی از حکومت می‌خواهند تا رویداد ولسوالی قره‌باغ را به گونه جدی بررسی کند. آنان می‌گویند که برای برخی از علاقات سیاسی و تروریستی به خاطر منافعشان می‌خواهند تا این جنجال‌ها را بیشتر دامن بزنند که ضرر آن به جان و مال افراد ملکی وارد خواهد شد. آنان از حکومت می‌خواهند که راه ولسوالی‌های قره‌باغ، جغتو، مالستان و کابل غزنی را هر چه زودتر برای مردم باز کند و آنان را بازداشت و مجازات نماید که این جنایت را انجام دادند. همزمان با این اعتراض باشندگان قره‌باغ وارد پنجمین روز آن شده است. حکومت تا هنوز به جنجال‌های راه حل پیدا نکرده است که پس از کشته و زخمی شدن 6 از یک خانواده در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی ایجاد شده است. اعتراضات در برابر این رویداد در غزنی و کابل ادامه دارد. اینجا در کابل فعالان مدنی ولایت غزنی در واکنش به این رویداد گرد هم آمدند. آنان از حکومت می‌خواهند تا به این جنجال‌ها هر چه زودتر پایان بدهد. آنان می‌گویند که جنجال‌ها بر سر آب حقوقی است، اما برخی از گروه‌های سیاسی و
تروریستی میخواند تا از این جنجال‌ها استفاده کنند. اینا ممکنه مربوط به دو قوم باشه یا مربوط فقط کسایی باشن که میخواین از این سو استفاده کنن. به هر حال یک قومیت دارن، او مهم نیست. مهم است که به دلیل غفلت دولت، به دلیل کمکاری دولت، اینمی نیروهای خودسر فرصت پیدا کردن که هر کاری که دلشان خواست بکنن، بدون اینکه مسائل همین دو قریه را مد نظر بگیرن. دولت دی حق خپل سری کسان او ملیشه تشخیص او نیسی چې د دواړو لورو د خلکو د قتل او تختونی سبب شویدی. تظاهرات از سوی باشندگان قریه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ از چند روز به این سو در کابل به غزنی جریان دارد که در نتیجه آن بیشتر راه‌های کابل قندهار به غزنی نیز مسدود شده است. فعالان مدنی از حکومت می‌خواهند که به خواست‌های تظاهرکنندگان پاسخ مثبت بدهد تا راه‌های منتهی به کابل قندهار و راه‌های ولسوالی قره‌باغ، چغتو و مالستان غزنی برای مردم باز شود. د قره‌باغ، جغتو، جاغوری او مالستان لارې د مسافرو پر مخ پرانستل شي. همدارنګه د کابل کندهار پر لوی لار د نورو تلونکو مسافرو ازار او ځنډ دي هم ختم شي. یعنی چې سبب شده که قیمت مواد غذایی، قیمت تمامی چیزا در ولسوالی ها تغییر بکنن. گزارش را که ما داریم یک بوجی آرد اگر در شهر غزنی 11 صدف است، او را در قره‌باغ، در یک نقطه از قره‌باغ در مثال قریه نفته او را به 3000 افغانی خریداری میکنند. یعنی مشکلاتی است که ناشی از زمین نارسایی های دولت است. گفته میشود که حکومت هیئتی را برای بررسی این رویداد تعیین کرده است، اما نتیجه بررسی های این هیئت تا هنوز روشن نشده است. خبرهای خارج از کشور پس از این وقفه. باز هم خوش آمدید. در ادامه خبرهای جهان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر کدام کشور برای مداخله در انتخابات آینده آمریکا تلاش کند، با واکنش متقابل جدی واشنگتن مواجه خواهد شد. و یکی از تلاش‌ها برای جلوگیری مداخلات خارجی در انتخابات آینده آمریکا نیز خبر می‌دهد. دونالد ترامپ همچنان پذیرفته است که روسیه و برخی کشورهای دیگر در انتخابات گذشته آمریکا مداخله کردند. در همین حال رئیس استخبارات ملی آمریکا ادعا کرده است که روسیه می‌خواهد در انتخابات آینده کنگره آمریکا نیز مداخله کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک سفر 3 روزه به بریتانیا رفته است. قرار است وی در این سفرش با ملکه و صدر اعظم این کشور ملاقات‌های جداگانه داشته باشد. بریتانیا تلاش می‌کند که پس از خروج از اتحادیه اروپا، کشورهای ثروتمند مانند عربستان سعودی را به سرمایه‌گذاری در این کشور ترغیب کند. گفته می‌شود که سعودی تا 10 سال آینده 100 میلیارد پوند در بریتانیا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. ایالات متحده ای آمریکا تعزیرات جدیدی را بر کره شمالی وضع کرد. این تعزیرات بر پیونگ یانگ به این اتهام وضع می شود که گویا رهبر این کشور برادر ناساکش کم جونگ نام را در کوالالامپور مالزیا با استفاده از سلاح کیمیایی به قتل رسانده است. وضع تحریم های تازه بر کره شمالی از سوی آمریکا در حالی است که اخیراً روابط میان کره جنوبی و کره شمالی به طور قابل ملاحظه بهبود یافته است. روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر وضع تحریم‌های یک جانبه سوی واشنگتن بر کره شمالی را غیر قانونی خوانده است. مشاور ارشد اقتصادی دونالد ترامپ از وظیفه‌اش استعفا داد. گزارش‌ها می‌رساند که کوهن حامی بزرگ تجارت آزاد است و از وضع تعرفه بر واردات آهن و آلومینیوم به ایالات متحده ناراض است. قصر سفید در اعلامیه‌اش گفته است که وی وظیفه‌اش را در اداره ترامپ و افتخار خدمت به کشورش را از دست داده است. گری کوهن پیش از این رئیس یک بانک خصوصی بود و گفته می‌شود که با دونالد ترامپ در بخش اصلاحات مالیاتی کمک قابل ملاحظه کرده است. مجموعه خبری ما در همین جا پانسید. سپاسگزارم از همراهیتان. تا دیدار دیگر، الان رهبر.